قبلا اینطوری بود که برای رنگی کردن یک عکس سیاه‌سفید کار حوصله سربری رو در پیش داشتیم، اما توی فتوشاپ سی‌سی 2021 قضیه فوق‌العاده آسون شده و فقط با یک کلیک میشه این کارو انجام داد. سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ما قبلا توی فتوشاپ اگه می‌خواستیم عکس سیاه‌سفید و رنگی بکنیم، نمی‌خوام بگم کار سخت، ولی کار حوصله سربری رو در پیش داشتیم. اما الان توی فتوشاپ سی‌سی 2021 قضیه به حدی آسون شده با هوش مصنوعی که عملا ما فقط یک دکمه رو باید برای این کار بزنیم. بریم توی فتوشاپ که من بهتون این دکمه رو یاد بدم. خب الان توی فتوشاپ هستیم و میخوایم این عکس رو رنگی بکنیم. خیلی ساده، از روی تب فیلتر گزینه نیورال فیلترز رو کلیک میکنیم. نیورالز توی زبان انگلیسی یعنی عصبی، وابسته به شبکه عصبی، اعصاب و این چیزا. خب از چیزی که برامون باز شده روی این دکمه کلیک میکنیم، روش نوشته بتا فیلتر. خب چیزی که الان میبینید فیلترهای بتا هستن، به این معنی که هنوز به صورت رسمی توی فتوشاپ اضافه نشدن، ولی خب توی ورژن بتا هستن، میتونیم فعلا تستشون بکنیم. از اینها گزینه کالرایز رو فعال میکنیم و میبینید که فتوشاپ خودش این عکس رو رنگی میکنه و واقعا هم کار رو قشنگ انجام داده. حالا یه سری امکانات دیگه‌ای هم وجود داره که اگه ما بخوایم یه مقداری سلیقه خودمون رو هم دخیل بکنیم، میتونیم این کار انجام بدیم. چطوری؟ مثلا من میگم که این قسمت، این رنگ سبز این درختایی که فتوشاپ اضافه کرده به دلم نمیشونه، میخوام یه مقداری سبزتر باشه. کاری که میکنم اینه، از این قسمت سمت راست روی یک این مربع رو ببینید، مربع مستطیل رو روش کلیک میکنم و اون رنگی که دلم میخواد رو، مثلا من میخوام توی فاز سبز نسبتا تیره باشه، اوکی میکنم. دقت کنید که رنگ انتخاب شد و اون ناحیه‌ای از عکسو که میخوام اون رنگ رو بهش بدم و روش کلیک میکنم. مثلا من میگم این قسمت میخوام این رنگ رو داشته باشه و همونطور که میبینید الان کاملا شرف پایین و همونطور که میبینید الان اون رنگ اعمال شده. یا مثلا میخوام که آسمون یه مقداری حالت آبی تر داشته باشه، البته الان آبی هست، خیلی هم قشنگه، ولی خب به هر حال برای همین یه قسمتی از آسمون رو انتخاب میکنم و دوباره روی این کلیک میکنم و اون رنگی که دلم میخواد به آسمون بدم رو انتخابش میکنم. فکر میکنم این مناسب باشه، روی کلیک میکنم، روی اوکی کلیک میکنم و همونطور که میبینید این عکس عالی رنگی شد. روی دکمه کلیک اوکی میکنم، روی دکمه اوکی کلیک میکنم و نتیجه کار رو میبینید. اگه من بین قبل و بعد سویچ بکنم، میبینید که فتوشاپ با هوش مصنوعیش واقعا ترکون داره. بریم یک عکس دیگر رو هم با هم رنگی بکنیم، ببینیم فتوشاپ این دفعه چی کار انجام میده. یک سیاه‌سفید داریم، تب فیلتر، نیورال فیلترز و میریم قسمت فیلترهای بتا، کالرایز رو فعال میکنیم. کارش خیلی خوب انجام داد. این زمین رو اگه اینجا ببینید خیلی قشنگ انجام داد. حالا به نظر من این پشت، این دیواره، این پشت اگه یه مقداری مثلا حالت زردتر داشته باشه میگم بد نیست. بر همین میام رنگ زرد رو، یک زرد خیلی لطیف و ملایم که به سفید هم البته بزنه رو انتخاب میکنم و روی این دیوار کلیک میکنم. نتیجه به قشنگی هرچه تمامتر خودش رو نشون میده. روی اوکی کلیک میکنم و تموم شد. بنابراین اگه توی آتلیه کار میکنید، اگه عکسای قدیمی رو معمولا بهتون میدن که سیاه‌سفید بکنید، قبلا کار سخت رو در پیش داشتید ولی الان تا میتونید از اینجور مشتری ها قبول بکنید که کاری که شما بعد انجام بدید فقط یک کلیک کردنه. خیلی ممنون از توجهتون. من محمد رضا صادقی هستم و اسم هنریم رضا صادقی.